درود به شما همراهان جویای حقیقت و مشتاق آزادی و عدالت. برگشتیم با یک گزارش از جزئیات شکنجه زندانیان سیاسی در بیدادگاه‌های رژیم ایران و گزارش تحلیلی داریم از اعتراضات سوریه که نقش بسیار مهمی در تضعیف جمهوری اسلامی و سرعت بخشیدن به سقوط رژیم ایران داره. جایی نریم، با ما همراه باشیم. جزئیات جدیدی از شکنجه وحشتناک و شدید محمد مهدی کرمی و محمد حسینی افشا شده که نه تنها قلب هر انسان با شرافتی رو به درد میاره، بلکه سر تا پای وجودمون رو پر از خشم و انگیزه برای مبارزه و انتقام میکنه. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با انتشار جزئیات جدیدی از متهمین پرونده کشته شدن بسیجی سرکوبگر یعنی روح الله عجمیان افشا کرده که حوالی سحر روز اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی به اونا گفته شده که مشمول عفو شدن. این کمیته به نقل از زندانیانی که اون شب به سلول انفرادی منتقل شدن روایت کرده که قبل از جدا شدن از این دو نفر بهشون خبر دادن که عفو شدن. بنابراین محمد حسینی از خوشحالی سجده شکر کرده و بقیه هم باور کردن که اعدام منتفی شده. اما صبح روز بعد که پرسنل زندان اونا رو دوباره به بند برگردوندن، متوجه شدن که حکم اعدام محمد مهدی و سید محمد در کمال شقاوت حتی بدون رعایت حق خداحافظی با بستگانشون اجرا شده. حالا طبق این گزارش بارها از نوعی شکنجه با عنوان جوجه کردن علیه متهمین پرونده کشته شدن این بسیجی از جمله این دو نفر برای گرفتن اعتراف اجباری استفاده شده. حتما میخواییم ببینیم جوجه کردن یعنی چی؟ در این نوع شکنجه مزدوران سادیسمی حکومت که به عنوان بازجو در زندانها فعالیت میکنن دست و پای زندانی رو از عقب به هم میبندن و با زنجیر از سقف آویزون میکنن که به شدت دردناکه و همزمان با فحاشی چند نفر زندانی رو کتک میزنن. این وضعیت برای محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به مدت 30 روز ادامه داشته و تا این مدت چندین بار به شکل مصنوعی اینا رو اعدام کردن. به عبارت دیگه بازجوها به اونا گفتن که اعدام میشین. بعد تا حیات بردنشون رو بهشون چشم بند زدن. اما بعد از چند دقیقه اونا رو از مو یا ریش روی زمین کشیدن و به سلول برشون گردندن. وادار کردن زندانی به ایستادن روی یک پا همراه با فحاشی و ضرب و شتم شدید از جمله به وسیله شوکر برقی، نشستن نگهبانا روی گردن زندانیا و تهدید به آزار خانواده هاشون از دیگر روش های شکنجه توسط بازجوها و مقامات زندان هست. همینطور که در این گزارش اومده، شکنجه کردن محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی بیشتر از دیگران بوده. مثلا اگر جوجه کردن دیگران 20 دقیقه طول می‌کشیده، این وضعیت برای سید محمد 50 دقیقه ادامه داشته، چون مظلوم بوده و حتی زیر شکنجه فریاد نمی‌زده. به همین دلیل به حدی شکنجهش کردن که بعد از انتقال به سلول یه زندانی دیگه از دیدن پیکر خونی و جراحات شدید محمد حسینی دچار افت فشار شده. حتی یک بار محمد مهدی بر اثر شدت شکنجه چنان از هوش رفته که خود مأمورا تصور کردن مرده. بعد از صدور اولیه احکام متهمین این پرونده که طبق اون همه به 25 سال زندان و 5 نفرم به اعدام محکوم شدن، هم مزدورای سادیسمی زندان به زندانیا به زور قرص آرام بخش خوروندن. از طرفی بعد از اینکه حکما شکسته شد، احکام اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در حالی تایید شد که واقعا هیچ مدرکی دال بر دخالت این دو نفر در مرگ روح الله عجمیان وجود نداشته، بلکه تحت شکنجه شدید مجبور به امضای برگه اعتراف اجباری شده بودند. طبق این گزارش محمد مهدی کرمی قصد داشته که به نشانه اعتراض به حکم صادره و همینطور شرایط سختش تو زندان اعتصاب قضا کنه و بقیه زندانی هم خواستن باش همراهی کنن. محمد مهدی گفته که من دیگه حکم اعدامم در اومده، این آخرین تلاشمه. اما افسر نگهبان گفته خودمون پیگیری میکنیم، نگران نباش. در ادامه این گزارش مطرح شده که صبح روز جمعه 16 دی ماه عباسی رئیس زندان به همراه چند نفر به بهانه بررسی و برطرف کردن مشکلات زندانی وارد بند میشن. عباسی به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی میگه بیاین دفترم با هم حرف بزنیم.
اما وسط راه این دو نفر رو از هم جدا میکنن و میبرن به سمت انفرادی هایی که مخصوص زندانیای اعدامیه و در نهایت بدون برخورداری از حق وکیل انتخابی و حتی بدون خداحافظی آخر با عزیزاشون اعدامشون میکنن، در حالی که پرونده دادرسی سراسر تناقض بوده و طبق تصاویر دوربین های مدار بسته از محل وقوع ماجرا هیچ کدوم در ضرب و شتم روح الله عجمیان نقش نداشتن، ولی تحت شکنجه شدید ازشون اعتراف گرفته شده. محمد اولیای فر، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ما همراه شده. آقای اولیای فر، خیلی خوش اومدین به برنامه. بر اساس این گزارش، متهمان پرونده عجمیان از جمله محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در کنار شکنجه‌های شدید چندین بار هم اعدام مصنوعی شدن. از جمله شما در مورد جزئیاتی که در این گزارش تکان دهنده اومده چه است؟ ببینید، در این گزارش به دو موضوع اشاره شده. یکی اینکه به دروغ به اونها گفتن، عفو شدن و بعد اعدامشون کردن، و یکی موضوع این هستش که اونها به شدت شکنجه شدن. در مورد دروغ گفتن در لحظه اعدام و در روز اعدام، موارد دیگه هم بوده. به نوید افکاری همون روزی که اعدامش کردن، قبل اعدام بهش گفتن که میخوایم منتقل کنیم به تهران، و یا به رولای زن در همون روز اعدامش بهش گفتن هنوز حکمت قطعی نشده و بعد اعدامش کردن. سه تا از دوستان من در سال 89 که همبندی ما هم بودن، به اونها هم گفتن که میخوایم اعزامتون کنیم بیمارستان و از همونجا بردن اعدامشون کردن و ما فرداش متوجه شدیم. و این دروغ گفتن ها دو دلیل بیشتر نداره. دلیل اول این هستش که اونها احتمال میدن که خبر اعدام درز کنه بیرون از زندان و رسانه ها پوشش بدن و مردم متوجه بشن و بیان جلوی زندان و تجمع بکنن و مانع اعدام بشن، یا اینکه موضوع انعکاس پیدا بکنه به جامعه بین الملل و جامعه بین الملل فشار بیاره و جلوی اعدام ها رو بگیره. دومین دلیل دروغ گفتن این هستش که واقعا خودشون هم میدونن که این احکام اعدام و اجرای این احکام اعدام در واقع اجرای عدالت نیست، بلکه قتل حکومتی هست و هیچ پشتوانه دادرسی عادلانه نداره. به همین سبب هستش که در واقع اینو سعی میکنن به طور فوری و پنهانی و با دروغ گفتن انجام بدن و اجرا بکنن. قسمت دوم این گزارش مربوط به شکنجه متهمان هست. این در حالی هستش که در اصل 38 قانون اساسی آمده که شکنجه برای عکس اقرار ممنوعه و مرتکبین باید مجازات بشن، اما این گونه اصول حقوق بشری در قانون اساسی در جمهوری اسلامی جنبه تزیینی داره و به عنوان ویترینی هستش که در مرز دید جامعه بین الملل قرار بدن. اما مسئله اصلی این هستش که چرا شکنجه میکنن و چرا شکنجهگر مجازات نمیشه. شکنجه میکنن به سه دلیل: که اقرار بگیرن، اعتراف اجباری بگیرن، خصوصا در مورد این پرونده رولا عجمیان که تعداد متهمان خیلی زیاد بوده، و همینجور شکنجه میکنن که اطلاعات در مورد دیگران بگیرن، و همینجور شکنجه میکنن که گاهی تحقیر کنن متهم رو و یا انتقام بگیرن ازش. و به دو مدل هم شکنجه رو انجام میدن. یکی شکنجه سفید هست که در سلول انفرادی قرار میدن مدت ها، و یکم شکنجه سیاه هستش که در واقع مورد ضرب و شتم و ضرب و جرح قرار میدن. در پرونده رولا عجمیان این متهمان رو هم شکنجه سفید کردن هم شکنجه سیاه، یعنی به شدت اونها رو کتک زدن. اما چرا شکنجهگرها مجازات نمیشن؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه حیات خلوت بازجویان و شکنجهگرها هستش و اونها مسئولیت آهنین دارن در برابر کارهای رفتارهایی که با متهمین میکنن. تازه اگر هم به فرض روزی مشخص بشه که مثلا یک نفر در از مرز شکنجه کشته شده، گردن نمیگیرن و قتل و غیر عمد میگن. مثالش ستار بهشتی بود که خود آیه جری که رئیس قوه قضاییه است، اون موقع معاون قوه قضاییه بود و گفت بله ستار بهشتی شکنجه شده، اما مرگش بر اثر شکنجه نبوده. بنابراین نمیتونیم بگیم که مسئولیت شکنجه فقط و فقط با بازجوها و شکنجهگرها و نیروهای امنیتی، بلکه مسئولیت با قوه قضایی هم هست. یعنی دادگاهی که میاد چششون میبنده بر متهمی که به دادگاه اعلام میکنه و میگه که اعتراف من، اقرار من بر اثر شکنجه بوده، اما دادگاه چششون میبنده و به این موضوع توجه نمیکنه. و به همین دلیل هستش که مجموعه نظام در مورد شکنجه مسئولیت دارن. قوه مجری هم که رئیس قوه مجری هم که اختیار قانون اساسی نمیده، اونم مسئوله. و همین دلیل هستش که ما معتقدیم که شکنجه در ایران به صورت سیستماتیک انجام میشه.
خب آقای اولیای فرد، با توجه به این گزارش چقدر باید نگران وضعیت دیگر معترضان بازداشت شده بود که به احتمال زیاد در شرایط مشابهی هستند؟ همیشه باید نگران بود. در نظام مثل جمهوری اسلامی در واقع متهمان سیاسی و امنیتی در هیچگاه در امان نیستن، یعنی لحظه دستگیر شدنشون در واقع باید نگران اونها بود تا زمانی که بازجویی میشن و به دادگاه میرن، خصوصا در زمان با دستگیری تا مرحله دادگاه و دادگاه تا مرحله زندان. این نقطه کوری هستش که در رادار رسانه ها قرار نمیگیره، در رادار وکلا قرار نمیگیره، در رادار خانواده ها قرار نمیگیره. شخص رو به طور انفرادی میندازن و اونجا بازجو هر بلایی بخوان سر متهم میارن و سعی میکنن که ازش با شکنجه در واقع اعتراف اجباری بگیرن. بنابراین این نگرانی همواره وجود داره. به همین جهت هستش که در واقع خانواده متهمان، وکلای متهمان و حتی جامعه نسبت به یک فردی که بازداشت میشه باید حساسیت داشته باشه، باید اطلاع بکنه که بازجو بدونه که افکار عمومی الان متوجه شخص بازداشت شده هست، تا اون موقع شاید بشه جلوی این رو گرفت که متهم کمتر مورد شکنجه و اذیت آزار قرار بگیره. بودوین که میخوام براتون یه خبر بیارم، خبر خوب برای ملت ولی خبری بد برای رژیم. خبر خوش داریم که برای مقامات جمهوری اسلامی قطعا اصلا خوب نیست، چون در صورت تداوم میدونه باعث کمک به سقوط رژیم ایران بشه. خبر اینه که در پی افزایش قیمت بنزین تو سوریه، هزاران نفر در جنوب این کشور در اعتراض به وخامت وضعیت معیشتی دست به تظاهرات زدن و خواستار برکناری بشار اسد شدن. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اعتراضات به دنبال قطع ناگهانی یارانه سوخت آغاز شده. طبق این گزارش، رهبران مذهبی که قبلاً طرفدار دولت بودند، برای اولین بار بعد از شروع اعتراضاتی نشست برگزار کردند و به حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم علیه سیاست‌های دولت تأکید کردند. در همین رابطه، شیخ حکمت هجری، یکی از مهمترین رهبران روحانی سوریه، خطاب به پیروانش گفته که این اعتراضات صدای صالح مردم سوریه است. معترضین در جریان اعتراضات گسترده تصاویر بشار اسد رو آتیش زدن و شعار اسد برو ما به غذا احتیاج داریم سر دادن. سوریه به عنوان متحد جمهوری اسلامی که خب همیشه از جیب ملت ایران ارتزاق می شد و هزینه‌اش پرداخته می شد، بعد از چرخش بشار اسد به سمت اتحادیه عرب دیگه مثل سابق یه پایگاه گسترده برای نیروهای نیابتی سپاه پاسداران نیست. که خب البته هرچند که اخبارش میاد که خب اسرائیل این پایگاهش رو زده، اون پایگاهش رو زده، به هر روی از طرف شروع و گسترش اعتراضات در سوریه باعث تمرکز حکومت ایران بر مناقشات این کشور میشه و در نتیجه برای سرکوب معترضین داخل ایران نمیتونن نیروهای نیابتی رو به کار بگیرن. اگه اعتراضات سوریه ادامه پیدا کنه و در ایران هم اعتصابات و اعتراضات سراسری کلید بخوره، دیگه سرکوب مردم برای رژیم ایران خیلی سخت تر از قبل میشه. در نتیجه شانس سرنگونی رژیم و پیروزی مردم بر خامنه ای 100% افزایش پیدا میکنه. پس هر گونه اعتراضاتی در سوریه لرزه به پیکر نظام جمهوری اسلامی میندازه و اونو تضعیف میکنه. میدونین این یعنی چی؟ یعنی برگ برنده برای شما ملت ایران. پس اعتراضات سراسری رو شوخی نگیرین. هشتگ اعتراضات سراسری. خب عزیزان همراه کانال ایران دیلی، لطفاً نظراتتون رو حتما تحت عنوان کامنت برام بنویسین و در اشتراک گذاری این مطالب حتما با ما همکاری کنین. تا ساعتی بعد با گلچین اخبار و گزارش جدید برمیگردیم. در پناه حق باشین.